لایت کوین یکی از ارزهای قدیمیه که با الگو گرفتن از پادشاه ارزهای دیجیتال بیت کوین به وجود اومد و در تلاش بود عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته باشه. نقره ارزهای دیجیتال یکی از ارزهای آینده دار این حوزه است. میلیونرشای های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. توی این ویدیو میخواییم درباره تحلیل ارز دیجیتال لایت کوین صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک کنید و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. معرفی لایت کوین. لایت کوین معروف به نقره ارزهای دیجیتاله که در سال 2011 توسط چارلی لی که از کارمندان سابق گوگل بود ساخته شد. لایت کوین سیستمی شبیه به بیت کوین داره و کارایی و عملکردی مشابه دارن، ولی از همه نظر از بیت کوین بهتره. این ارز مثل بیت کوین از سیستم ماینینگ استفاده میکنه، یعنی ماینرهای مخصوص به خودش رو داره. این ارز شباهت‌های زیادی با بیت کوین داره، ولی انتقال اون از بلاکچین‌های بیشتری انجام میشه که سرعت انتقال رو بالاتر میبره. هر دو ارز بیت کوین و لایت کوین کار و هدف مشخصی دارن، یعنی برای انتقال ارزش مورد استفاده قرار میگیرن. ولی لایت کوین به دلیل سرعت و مقدار بیشتر برای خریدهای روزانه مناسب تره. همه ارزهای دیجیتال از الگوریتم خاصی استفاده می کنن. الگوریتم لایت کوین اسکریپت نام داره که توسط چارلی لی ساخته شد. هاوینگ لایت کوین مثل بیت کوین حدوداً هر 4 سال یک بار اتفاق خواهد افتاد. هاوینگ به معنای نصف شدن پاداش ماینرها بعد از تشکیل دادن مقدار مشخصی بلاکه که حدوداً هر 4 سال یک بار اتفاق میافته. آخرین هاوینگ لایت کوین در سال 2019 اتفاق افتاد و مقدار پاداش ماینرها رو از 25 به 12.5 کاهش داد. هاوینگ تأثیر مستقیمی بر قیمت داره و معمولاً باعث رشد قیمت میشه و به دلیل کمتر شدن عرضه اتفاق میفته. تفاوت‌های لایت کوین و بیت کوین. بیت کوین از الگوریتم SHA-256 استفاده میکنه، ولی لایت کوین از الگوریتمی استفاده میکنه که محاسبه اون ساده تر و کارایی بیشتری داره به اسم اسکریپت. بیت کوین در مجموع تعداد توکن های محدودی داره و اندازه اون فقط 21 میلیون واحده. توکن های لایت کوین دقیقاً 4 برابر بیت کوینه، یعنی 84 میلیون واحد، و مقدار زیادی از اون ماین شده و در گردشه. سرعت تشکیل هر بلاک در بیت کوین حدود 10 دقیقه است، در صورتی که این زمان در لایت کوین به 1/4 اون تقلیل داده شده، یعنی 2.5 دقیقه. به همین دلیل سرعت هم در لایت کوین 4 برابر بیشتر خواهد شد. دستگاه‌هایی که برای ماین بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمولاً دستگاهی است به نام ASIC که روشی به صرفه‌تر برای ماینه. اما برای ماین لایت کوین کارت‌های گرافیک روشی متداول‌تره. توکن و حجم بازار. لایت کوین با نماد اختصاری LTC با حجم بازار حدود 12 میلیارد دلاری در رتبه 16 ارزهای دیجیتال قرار داره. این ارز با توجه به تعداد محدود توکن‌هاش بعد از اتمام ماین شدن، احتمال صعودی شدن قیمتش به دلیل کمبود عرضه وجود داره و با مطالعه و بررسی گذشته این چارت به این نکته پی خواهید برد که لایت کوین معمولاً نوساناتی همراه با بیت کوین داره و اگه بیت کوین صعودهای خوبی داشته باشه، انتظار میره لایت کوین هم به همراه اون باشه.
به نظر شما لایت کوین میتونه مسیر خودش رو از بیت کوین جدا کنه و نوساناتی مستقل داشته باشه؟ آیا با وجود ارزهای کاربردی تر مثل اتریوم آینده‌ای برای لایت کوین هست یا اینکه به مرور زمان به انزوا میره؟ لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار.